سلام خدا، سلام عرض میکنم. آشوری هستم از فرادرس با آموزش فریمورک کد ایگنایتر در خدمت شما هستیم. خب در ابتدا ما میخوایم بدونیم فریمورک چیه و چه کاربردی برای ما داره توی برنامه نویسی. اگه بخوام به طور ساده و خلاصه توضیح بدم، فریمورک یک سری چارچوب ها و قوانینه برای انجام برنامه نویسی و کار به صورت گروهی. شما اگر توی زبان انگلیسی هم کلمه فریمورک رو بیاین و سرچ کنین، به معنی چارچوب هست. خب اصلا چه لزومی داره ما از این چارچوب ها و قوانین توی برنامه هامون استفاده کنیم؟ خب شما تصور کنید یک پروژه ای رو گرفتید و قصد دارین اون رو انجام بدین و اون رو به مشتری تحویل بدین. دو تا فاکتور توی کار شما نقش اساسی رو داره، یکی حجم برنامه‌ای که می‌نویسید و یکی زمان تحویل به مشتری. خب اگه حجم برنامه‌ای که دارین می‌نویسین، حجم کدهایی که دارین می‌نویسین خیلی زیاد باشه، پیچیدگی برنامه‌تون بالا میره. شما اگر دوباره یه سال بعد برگردین به این برنامه، ممکن چیزی ازش متوجه نشین، ولی با وجود این چارچوب‌ها و قوانین، جای هر قسمتی از برنامه‌تون مشخصه و مسلماً سردرگمی کمتری رو شما احساس خواهید کرد. فاکتور دوم زمان تحویل به مشتریه. خب بازار خیلی رقابتی شده و شرکتی که کار رو زودتر تحویل میده مطمئناً اولویت بالاتری داره. خیلی وقتا سرعت برای مشتری توی مهندسی نرم افزار و توی برنامه نویسی خیلی مهمه. خب اگه این دوتا فاکتور وجود نداشته باشه، برای ما اهمیت نداشته باشه، ما میریم به سمت کار فردی. ولی الان برای ما و برای خیلی ها اثبات شده که دیگه کار فردی جایی توی شرکت ها نداره و دیگه نیاز به کار گروهی توی هر جایی احساس میشه. شرکت ها به خوبی درک کردن که انسان یک موجود اجتماعیه. خب کار گروهی اصول و قواعد خاص خودش رو داره. داشتن چارچوب و نقشه مشخص یکی از اصول کار گروهیه که فریمورک برای ما این رو فراهم میکنه. اگه بخوام یه مثال از این نقشه راه و از این چارچوب برای شما بزنم، میتونم بگم شما تصور کنید فردی میخواد وارد گروه شما بشه که مدت هاست داریم با همدیگه کار میکنید و یک پروژه رو با همدیگه بردین جلو. خب چجوری میتونید این فرد رو با گروه خودتون به سرعت هماهنگ کنید؟ با نشون دادن این نقشه راه و این چارچوب به اون فردی که وارد گروه شما شده. مزایای فریمورک برای ما چیه؟ یکی نگهداری و توسعه سریعتر پروژه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، پروژه رو نوشتین، پشتیبانی پروژه هم بر عهده شماست. میان یک سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد به این پروژه مراجعه میکنید. خب مسلما تسلط شما زمانی که کد رو نوشتین خیلی بالاتر از زمانیه که الان گذشته و شما نیاز دارین که یک نقشه منظمی داشته باشین، دوباره بتونین با توجه به نیاز مشتری پشتیبانی رو به خوبی انجام بدید. خب مزایای دیگه‌ای که برای ما فریمورک داره، امنیت بهتر پروژه است. کلاس‌های امنیتی که استاندارد شده ما رو از تفکر زیاد و بیهوده روی امنیت پروژه راحت میکنه، اما خیالمون رو میتونیم از این بود راحت کنیم. خب یه ویژگی دیگه که فریمورک داره پایه‌گذاری شده روی مدل MVCه. مدل MVC چیه؟ توی جلسه های بعدی توضیح میدیم. فقط در همین حد بدونیم که M از کلمه مدل گرفته شده، V از ویو گرفته شده و C از کنترلر. توی مدل MVC هرچی که مربوط به ظاهر برنامه‌مون هست توی ویوه و یه فرد مشخصی میتونه بیاد روی ویو کار کنه. هرچی مربوط به دیتابیس هست توی مدل و کسی که متخصص دیتابیسه میتونه بیاد توی این قسمت کار کنه و کنترلر رابطه بین این ویو و مدل هستش. خب فریمورک مختص به یک زبان خاص نیست. توی زبان PHP ما چندین نوع فریمورک داریم، توی زبان جاوا چندین نوع فریمورک داریم. من توی این تصویر فریمورک هایی که ما رو زبان PHP هست رو برای شما آوردم، مثل زند، مثل کیک، مثل خود کد ایگنایتری که ما داریم استفاده میکنیم. هر کدوم از اینا مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن. خب فریمورک ما فریمورک کد ایگنایتره. خب ما برای شروع کارمون با این فریمورک یه سری ابزار لازم داریم. اولین ابزار این محیط توسعه یا IDE یا Integrated Development Environment هستش. ما از محیط توسعه ویژوال استودیو کد استفاده میکنیم که محصول مایکروسافته و یه IDE خیلی جمع و جور و سبکه.
آیدی خب به ما ویژگی های خوبی میده، مثل خطاگیری، مثل رنگی کردن کدها و نظم دادن به کدهامون. خب ما کتابخونه های مورد نیازمون رو از کجا بگیریم؟ برای هر فریمورک ما به یک کتابخونه نیاز داریم. از خود سایت کدیگنایتر www.codeigniter.com. نیاز به سرور داریم. میایم از سرور لوکال و محلی روی کامپیوتر خودمون و هم سرور یا زمپ استفاده میکنیم. خب بریم و این سه تا ابزار رو برای شروع کارمون با فریمورک کدیگنایتر راه اندازی کنیم. خب ما ابتدا میاییم و آیدی خودمون رو دانلود میکنیم و نصبش رو آغاز میکنیم. برای دانلود این محیط توسعه توی موتور گوگل سرچ میکنین کد ویژوال استودیو. وارد سایت کد ویژوال استودیو میشین. بعد از اینکه وارد سایت کد ویژوال استودیو شدید روی گزینه دانلود از این قسمت دکمه سبز رنگ کلیک میکنید. خب اینجا به شما میگه من برای ویندوز، برای لینوکس و برای مک سه تا ورژن دارم، کدومش رو شما لازم داری؟ من از ورژن ویندوزش استفاده میکنم و دانلود این رو شروع میکنم. خب من دانلود این رو انجام دادم. توی یک مسیر توی کامپیوترم فایل ستاب این رو ذخیره کردم. روی فایل ستاب این دابل کلیک میکنم، این پنجره برای من باز میشه. روی گزینه نکست کلیک میکنم، گزینه اول اکسپت رو انتخاب میکنم، نکست رو میزنم، یه آدرس برای نصب این برنامه میدم و تغییرش نمیدم، نکست رو میزنم، باز هم نکست. و اگر که خواستین روی دسکتاپتون یه آیکون وجود داشته باشه به اسم ویژوال استودیو کد، این تیک رو میذاریم باشه. در غیر این صورت تیکش رو برمیداریم. من میذارم تیکش باشه. روی نکست کلیک میکنم و اینستال، منتظر میمونم تا نصبش به پایان برسه. این محیطی است که قرار ما توش کد نویسی خودمون رو انجام بدیم. بعد از نصب آیدی باید بریم سراغ دانلود کتابخونه های کد ایگنایتر. خب بدیم منظور وارد موتور جستجوی گوگل میشیم، کد ایگنایتر، به این صورت کد ایگنایتر رو تایپ میکنیم و سایت کد ایگنایتر رو باز میکنیم. این سایت برای ما باز شد. توی این سایت یه رید منوئل داره، یعنی یه راهنما داره برای شما که یه داکیومنتیشن خیلی مرتب و تمیزه برای که بتونین راهنمایی پیدا کنین نسبت به کد نویسی با این فریمورک. و یه فروم داره، یعنی یه جایی که میان و اونایی که تجربه کار با این فریمورک رو دارن با هم دیگه بحث و تبادل نظر میکنن. برای دانلود این فریمورک روی گزینه دانلود توی این قسمتی که ملاحظه میفرمایید آخرین ورژن این فریمورک رو دانلود میکنید. خب من دانلود این رو انجام دادم، دانلودش به پایان رسید. خب برای که بتونیم از این کتابخونه استفاده کنیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، نیاز به یک سرور داریم که از سرور لوکال داخل کامپیوتر خودمون استفاده میکنیم. من وام سرور رو قصد دارم نصب کنم. روی گزینه ستاپش کلیک میکنم و گزینه نکست رو میزنیم. دوباره این توافقنامه رو قبول میکنیم، اکسپت، گزینه نکست. یه آدرس تعیین میکنیم برای قرار گرفتن پوشه سرور لوکالمون، سرور محلیمون. یس رو میزنین و یه دسکتاپ آیکون هم برای نرم افزار قرار میدیم. روی گزینه نکس کلیک میکنیم و اینستال. منتظر میمونیم تا نصبمون به پایان برسه. خب نصب این و هم سرور هم در حال تموم شدن هست و این صفحه که باز میشه میتونید ایمیل خودتون رو بنویسید یا میتونید بذارید به همین صورت باشه. گزینه نکست رو میزنید و فینیش. خب و هم سرور وقتی میخواین روشنش کنین سه تا حالت پیدا میکنه. اول به صورت قرمز رنگه، بعد به این صورت نارنجی میشه و بعد سبز میشه. وقتی که و هم سرور ما سبز میشه آماده به کار میشه. خب ما یه فایل فشرده دانلود کردیم از سایت کد ایگنایتر. این فایل فشرده رو برمیداریم میریم داخل پوشه سروری که نصب کردیم، ومپمون نصب میکنیم. کجا اون آدرسی که دادیم؟ من دادم درایو سی پوشه ومپ www. وارد این پوشه www میشیم و این فایل کد ایگنایتر رو اینجا قرار میدیم. بعد میریم از حالت فشرده این رو خارج میکنیم. بعد از اینکه از حالت فشرده خارج کردیم میایم این رو تغییر نام میدیم، رینیم میکنیم به خود کد ایگنایتر به این صورت. خب داخل این
تمام کتابخونه های مورد نیاز ما برای توسعه کدمون با کد ایگنایتر قرار داره. خب برای که اولین کدمون رو مشاهده کنیم، میایم داخل مرورگرمون، میگیم لوکال هاست کد ایگنایتر. خب این اولین کدیه که به شما کتابخونه کد ایگنایتر میاد و نشون میده که میگه ویلکام تو کد ایگنایتر، به کد ایگنایتر خوش اومدید. شما میتونید این رو به دلخواه خودتون تغییر بدید. خب ما میخواییم بیاییم و این سفر رو به دلخواه خودمون ویرایش کنیم و ادیت کنیم. میاییم داخل ویژوال استودیو کد یا IDE که نصب کردیم، روی فایل اوپن فولدر کلیک میکنیم، همون پوشه‌ای که اصالت فشرده اومدیم خارج کردیم اون رو انتخاب میکنیم، سلکت فولدر رو میزنیم. خب بعد اینکه این کار رو کردیم، تمام اون کتابخونه‌ها و پوشه‌های لازم رو برای ما اومده باز کرده، شامل اپلیکیشن، سیستم و یوزر گاید. خب این صفحه رو بیایم از کجا پیدا کنیم؟ خودش اومده به ما گفته بریم تو اپلیکیشن، بعد ویوز، ویلکام مسیج دات پی اچ پی رو پیدا کنید. میریم توی اپلیکیشن، ویوز و ویلکام مسیج دات پی اچ پی. گفتم که این فریم ورک از مدل ام وی سی استفاده میکنه و هرچی مربوط به ظاهر برنامه اون هست توی پوشه ویوه. روی ویلکام مسیج کلیک میکنیم، این تمام کدهایی که باعث شده اون صفحه به وجود بیاد. خب توی این صفحه به ما مثلا گفته ویلکام تو کد ایگنایتر، میایم توی اینجا پیداش میکنیم ویلکام تو کد ایگنایتر، میایم این رو تغییر میدیم، میگیم به آموزش فریم ورک کد ایگنایتر از سایت فرادرس خوش آمدید. بعد از اینکه این کار کردیم سیو میکنیم و میایم صفحمون رو رفرش میکنیم. ببینید همون چیزی که ما نوشتیم اومد و اینجا نمایش داده شد. یا میتونید کل این صفحه رو پاک کنید و کد پی اچ پی یا دیزاین دلخواه خودتون رو بنویسید. خب این از نصب و راه اندازی فریم ورک کد ایگنایتر. امیدوارم که از این جلسه استفاده کافی رو برده باشید. به نام خدا. سلام. توی قسمت قبلی از آموزش فریمورک کد ایگنایتر ما اومدیم با مفهوم فریمورک آشنا شدیم و نصب و راه اندازی ابزارهای لازم برای کار با فریمورک رو با همدیگه انجام دادیم. اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی یه جا عرض کردم خدمتتون که فریمورک کد ایگنایتر روی مدل MVC بنا شده. توی این جلسه میخوایم یه مقداری عمیق‌تر روی مفهوم MVC با همدیگه کار کنیم. MVC M مدل، V ویو و C کنترلر. مخفف این سه تا کلمه است و یه جور برنامه نویسی سلایه رو برای ما فراهم میکنه. خب حالا هر کدوم سلایه چه وظایفی دارن؟ هر چیزی که مربوط به دیتابیس برنامه شما میشه رفت پیدا میکنه به مدل. هر چیزی که مربوط به ظاهر برنامه شما میشه، دیزاین برنامه شما میشه، رفت پیدا میکنه به ویو. کنترلر هم یه جور رابط و واسط بین این هاست. قلب تپنده برنامه شما کنترلر هستش. پس مدل دیتابیس، ویو ظاهر، کنترلر واسط و رابط بین ظاهر و دیتابیس. فعلا همین رو داشته باشید. یه مثال واضح تر اینجا بزنم. فرض بکنید شما بازدید کننده وب باشین، توی مرورگرتون یه درخواست باز کردن صفحه میدین. خب اولین درخواست میاد به کنترلر. اگه اون درخواستتون دیتابیس لازم داشته باشه، از طریق مدل میاد دیتابیسش رو دریافت میکنه، بلافاصله بعد وارد ویو میشه و این ویو و این ظاهر رو با اون دیتابیس مچ میکنه، دوباره درخواست رو برمیگردونه به مرورگر وب. این شکل خیلی شکل مهمیه. شما وقتی یک صفحه وب رو درخواست میکنید، کد ایگنایتر به طور اتومات میاد و ایندکس دات پی اچ پی خودش رو چک میکنه. کد ایگنایتر اول میره سراغ ایندکس دات پی اچ پی. خب بعد از ایندکس دات پی اچ پی وارد روتینگ یا مسیریاب میشه. این مسیریاب چی کار میکنه؟ چک میکنه که آیا قبلا این صفحه درخواست شده یا نه. اگه این صفحه درخواست شده باشه، بلافاصله میاد داخل کچینگ رو میگرده و پاسخ درخواست شما رو میده. اگه کشینگ رو چک کرد و این درخواست انجام نشده بود، میره سراغ سکیوریتی یا کلاس امنیتی که توی کد ایگنایتر هستش. امنیت برنامه های کد ایگنایتر خیلی بالاست. بعد از سکیوریتی میره شد سراغ اپلیکیشن کنترلر. کنترلرمون قلب تپنده برنامه ما و واسطه بین ویو و دیتابیس.
این کنترلر چک میکنه که شما چه درخواستی دارید. ما فعلا با مودلز کار داریم، با دیتابیس کار داریم. توی کدیگنایتر ما کتابخونه هایی داریم، هلپر هایی داریم. هلپر ها مثلا میان شما بخواید یک فرم تشکیل بدین، با درخواست یک تابع خیلی راحت میتونیم فرم رو داخل صفحه خودتون بیارید. این درخواست برمیگرده، دیتابیس واکشی میشه، اطلاعاتش گرفته میشه، کنترلر میاد و این اطلاعات رو میده به ویو. ویو بعد از ثبت این درخواست میاد روی کشینگ این درخواست رو ثبت میکنه که دیگه دفعه های بعدی لازم نباشه این مسیر کنترلر و سکیوریتی رو دوباره چک کنه و درخواست رو دوباره برمیگردونه. میتونید صفحه درخواستی خودتون رو مشاهده کنید. این روند کلی کار یک برنامه توی کدیگنایتره که ما میخوایم توی این مجموعه و توی این دوره اینها رو یکی یکی بیایم بررسی کنیم، هلپرها رو بررسی کنیم، لایبرریز ها رو بررسی کنیم و ببینیم هر کدوم از اینها چه وظایفی توی کدنویسی با فریمورک کدیگنایتر دارن. حالا بریم و توی محیط کدنویسیمون توی ویژوال استودیو کد بیایم و این مفاهیم رو عمیق و دقیق بررسی کنیم. خب قبل از اینکه من بخوام یک مثال از مدل MVC بزنم، میخوام بیام داخل محیط کدنویسیم و این ساختار پوشه بندی کتابخونه کدیگنایتر رو بررسی کنم. در اولین نگاه شما به 3 تا پوشه برمیخورید: اپلیکیشن، سیستم و یوزر گاید. داخل اپلیکیشن موارد متعددی رو مشاهده میکنید، مثل کش، کانفیگ، کنترلرز، کور، هلپر، لنگویج، لایبرریز، لاگز و غیره که هر کدوم از اینا کاربرد و ساختار خاص خودشون رو دارن. مثلا توی کشینگ میان و کدهای صفحاتی که شما بازدید کردید کدهاش نگهداری میشه تا دفعه بعد اگر شما دوباره به همون صفحه مراجعه کردید سرعت بارگذاری اون صفحه بیاد و بالاتر بره. با کشینگ آشنا هستید، یک نوع حافظه است برای افزایش سرعت دسترسی به صفحات ما. یا توی مورد دوم کانفیگ رو مشاهده میکنید. داخل کانفیگ دوباره موارد متعددی هست، مثلا اوتولود، کانفیگ، کانستنس، دیتابیس. توی اوتولود وقتی شما توی چند صفحتون نیاز دارین که از دیتابیس استفاده کنید، به عنوان مثال میان داخل اوتولود لایبرریز کلمه دیتابیس رو مینویسید. دیگه همین کاری که انجام بدید لازم نیست توی هر صفحه بیاین و دیتابیس خودتون رو فراخوانی کنید. کاربرد اینها رو به موقع با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. یا مثلا توی کانفیگز میایین اینجا و زبان صفحه وب خودتون رو به عنوان مثال تنظیم میکنید. اینجا انگلیش نوشته، زبان انگلیسی، یا اینکه فارسی رو ساپورت بکنه یا نکنه و موارد متعددی که باید بیاین و داخل پروژه اینها رو بررسی کنیم. یا دیتابیس رو اینجا مشاهده میکنید. اینجا خیلی مهمه، میایم اینجا اسم دیتابیسمون، پسوردمون، اینها رو میدیم، نوع دیتابیسمون MySQLi باشه یا PDO باشه و تنظیمات امثال اون رو میایم و انجام میدیم. یا مثلا اینجا اسمایلیز داریم، این همون لبخندهایی هست که مسنجرها شاید هستیم، مثل لبخند، مثل چشمک و امثال اون، عصبانیت، شکلکهایی که استفاده میکنیم توی مسنجرها و موارد دیگه که به موقعش میایم و بررسی میکنیم. این هم از کانفیگ. مورد بعدی کنترلره که خب گفتیم که واسطه بین ویو و مدل دیتابیس و ظاهر برنامه ماست و هر زمانی که بخوایم از کنترلر استفاده کنیم باید بیایم یک فایل کنترلر PHP اینجا تشکیل بدیم. مورد بعدی کوره یا به مفهوم هسته است و بیشتر برای توسعه این کتابخونه استفاده میشه. برای دیولوب کردن این کتابخونه اوپن سورس میاد و استفاده میشه. هلپرها همونطور که اسمش هم مشخصه به معنای کمک کنندن. اگر که ما بخوایم هلپر جداگانه بنویسیم میایم و از این قسمت استفاده میکنیم. کمکشون یعنی چی؟ کمک یعنی خیلی سریع میتونین یک فرم ایجاد کنین، خیلی سریع میتونین یک فایل آپلود ایجاد کنین. مورد بعدی لنگویج، زبانهای برنامه ماست. خب اینجا به طور پیش‌فرض انگلیسی قرار داده، شما میتونید زبانهای دیگه رو هم بیاین و اینجا اضافه کنید. لایبرریز، قسمت هوکس. هوکس توی انگلیسی به معنی قلاب هستش.
این هوک ها برای کنترل کنترلرها استفاده میشن، یعنی میگیم میتونیم توشون تعیین کنیم، بگیم هر موقع خواستیم کنترلر اجرا بشه شما یک کار مشخصی رو انجام بده. مباحث یه مقداری باید بریم جلوتر تا باهاش آشنا بشیم. خب لاگز هم برای ما گزارش گیری میکنه، خطا گیری میکنه. شاید اونایی که توی جاوا و توی اندروید کار میکنن خیلی با این لاگز کار کردن، گزارش گیری اونجا خیلی اهمیت داره، برای ما هم اینجا خیلی مهمه، ارورگیری و گزارشگیری از برنامه و مایی که به خطا میخوریم. خب مدلس هم که خدمتون عرض کردم ماره دیتابیس و کار با دیتابیس. هر زمان خواستیم با دیتابیس کار کنیم، بعد از اینکه توی گوشه کانفیگ دیتابیسمون رو تنظیم کردیم، میایم و یک مدل تشکیل میدیم و بنا به برنامه‌مون از اون میایم و استفاده میکنیم. مورد بعدی ترد پارتی اینجا که برای استفاده پلاگین هایی که میخوایم توی برنامه‌مون استفاده کنیم میاد و مورد استفاده قرار میگیره. مورد بعدی ویوه که چند بارم گفتم خدمتتون، ما رو ظاهر برنامه است، میتونیم برای هر صفحه از برنامه‌مون یک ویو تشکیل بدیم، یک فایل HTML بیایم تشکیل بدیم. اینجا هم مثلا یک ایندکس HTML ما به طور پیش‌فرض داریم. این از فایلایی که توی اپلیکیشن بیشتر با این قسمت کار داریم. توی قسمت سیستم هم دوباره کور داریم. کور رو که باز می‌کنیم داخلش کامپته و می‌بینید که عنوان مثال هوک‌ها هست، اینپوت هست، لنگویج هست. اینها برای توسعه دهندگان بیشتر استفاده میشه. UTF-8 توی این قسمت به ما میگه که آیا می‌خواد از زبان فارسی برنامه پشتیبانی بکنه یا نه. URI برای مسیریابی، سکیوریتی یا امنیت. این کلاس امنیتی برنامه ماست که به عنوان مثال میبینید از XSS، حملات XSS، از CSRF، از اینها میاد و جلوگیری میکنه. مورد بعدی توی این قسمت دیتابیس. دوباره دیتابیس رو اینجا هم داریم برای این مقداری کارهای تخصصی تر با دیتابیس که به عنوان مثلا شاید ما نخواستیم با MySQL وصل بشیم، شاید خواستیم از دیتابیس های دیگه استفاده کنیم. مورد بعدی فونت. اگه بخوایم فونت های مختلفی توی برنامه‌مون استفاده کنیم باید بیایم فونت رو اینجا بارگذاری کنیم. مورد بعدی هلپر که به معنی کمک کننده. اینجا فرم هلپر داریم، هر زمان خواستیم عناصر فرم رو خیلی ساده با فراخوانی یک تابه بیایم توی صفحه خودمون قرار بدیم از فرم هلپر استفاده میکنیم، یا از ایمیل هلپر برای ارسال ایمیل و کار با ایمیل استفاده میشه. کپچا هلپر داریم برای ایجاد کپچا خیلی سریع و راحت. سکیوریتی هلپر داریم، کدهای امنیتیه و بقیه مواردی که مشاهده میکنیم. اسمایلی هلپر. توی این قسمت لنگویج ساپورت زبان‌های مختلف رو تنظیم می‌کنیم برای برنامه‌مون و لایبرریز هم موارد متعددی مثل تقویم، مثل سیشن‌ها و جاوا اسکریپت رو میاد پشتیبانی می‌کنه برای ما، یا ایجاد جدول، تیبل. اینها رو به طور مفصل توضیح خواهیم داد انشاءالله. خب بیام اینها رو دوباره به حالت اولشون در بیارم، اپلیکیشن، سیستم و یوزر گاید هم که برای موارد راهنمایی و لایسنس و مواردی که بیشتر مطالعاتیه میتونه براتون مفید باشه، ولی ما زیاد کاربردی برامون نداره. بیشتر با این اپلیکیشن کار داریم و بعدش سیستم. یه مورد دیگه هم که در مورد این آیدی باید بگم اینه که شما میتونید تنظیمات مربوط به آیدی خودتون رو از فایل و پریفرنسز یوزر سیتینگ انجام بدین. موارد متعددی رو برای شما میاد فراهم میکنه، مثلا میگه از چه نوع فونتی میخواد برنامه‌تون استفاده کنه، یا از سایز 14 داریم استفاده میکنیم. موارد دیگه که کمک میکنه بهتون از آیدی ویژوال استودیو کد بتونین بهتر استفاده کنید. خب بریم یه مثال بزنیم از مدل ویو و کنترلر. خب برای اینکه من بیام از مدل MVC توی برنامه خودم به عنوان یک مثال استفاده کنم، اول میام تو گوشه اپلیکیشن قسمت ویوز و یه ویو تشکیل میدم. نیو فایل، میگم فرست ویو دات پی اچ پی، به این صورت فرست ویو دات پی اچ پی. خب داخل این میام به عنوان مثال یک تگ H1 قرار میدم، توی HTML تگ H1 یا هدینگ یا سرتیتر، و داخل این میویسم اولین برنامه من. این از این. حالا میریم داخل کنترلر خودمون. کنترلرمون اینجاست. یک کنترلر تشکیل میدیم. نیو، میگیم فرست کنترلر دات پی اچ پی. این رو هم اومدیم تشکیل دادیم. البته بیایم و این رو با حرف بزرگ اگر که بنویسیم خیلی بهتره. میایم این رو با حرف بزرگ کپیتال اولش می‌نویسیم
به این صورت. خب میریم دوباره داخل این firstcontroller.php، تگ php رو باز میکنیم. تگ php باز میشه. وقتی میخوایم با کنترلر کار کنیم، دوباره میایم اسم اون فایلی که تشکیل دادیم و به عنوان اسم کلاسمون قرار میدیم. پس میام اینجا میگم کلاس، میتونیم گزینه دوم رو بزنیم به طور اتوماتیک برای ما این کلاس رو بیاد و تشکیل بده، یا اینکه میتونیم بیایم بگیم خود کلاس، اسم کلاس first controller مشتق میشه extends از چی؟ از CI، CI اول بزرگ، underline controller، به این صورت. پس کلاس first controller که هم نام با این فایل PHP که اینجا به عنوان کنترلر تشکیل دادیم هست، مشتق میشه از CI underline controller که این سیش هم البته با حرف بزرگ است. کلاس CI controller، هر زمان خواستیم ما از یک کنترلر استفاده کنیم، حتما باید از این کلاس مرکزی که توسط توسعه دهندگان کوردینیتور نوشته شده بیایم و استفاده کنیم. پس تکلیفمون روی این مورد مشخص هستش. بعد بیایم داخل این و یک تابع می‌نویسیم، میگیم function index، که البته میایم سطح دسترسیش رو هم تعیین می‌کنیم از نوع پابلیک یا عمومی که از تمام قسمت‌های برنامه در دسترس باشه. پابلیک فانکشن ایندکس به این صورت. و داخل پابلیک فانکشن ایندکس یا متد ایندکس میایم و میگیم دالر دیس لود ویو. خب میگیم ویو رو بیا لود کن. کدوم ویو رو بیا لود کن؟ کدوم ظاهر رو بیا لود کن؟ همین که اومدیم اینجا توی ویو نوشتیم first view.php، یه تگ کوتیشن اینجا میزنیم، میگیم first ویو. به این ترتیب، به این ترتیب ما میگیم هر زمان که این کنترلر ما اومد و فراخوانی شد، این تابع هم یکی از اجزای این کنترلرمونه و هر زمان که این تابع از این کنترلر به اسم فرست کنترلر اومد و فراخوانی شد، شما بیا و این ظاهر رو، این HTML رو، این صفحه و دیزاین رو برای ما نشون بده. پس تا اینجای کار از قسمت ویوز اومدیم یک ویو تشکیل دادیم و توی کنترلر هم یک کنترلر تشکیل دادیم و این ویو رو به اون کنترلر اومدیم و نسبت دادیم. حالا میخوایم نتیجه کار خودمون رو ببینیم. میریم داخل مرورگر خودمون، میگیم لوکال هاست کد ایگنایتر. تا اینجای کار به آدرس دی دقت کنید. بلافاصله بعدش میگیم ایندکس دات پی اچ پی، یه اسلش میزنیم و اسم اون کلاس خودمون رو اینجا باید قرار بدیم. اسم کلاسمون بود First Controller. اون تا اونجا با حرف کوچیک میاییم میزنیم First Controller به این ترتیب. و بعد از اون ممکنه که داخل کنترلرمون چند تا تابع داشته باشیم. ما فعلا اینجا یک متد و یک تابع داریم. پس اینجا باید بنویسیم Index و Enter رو میزنیم. خب ببینید، این چیزی که اومدیم اینجا توی قسمت first view نوشتیم با عنوان تگ چک اولین برنامه من اومد و اینجا اجرا شد. پس به شیوه آدرس دهی دقت کنید. لوکال هاست که ما رو هاست محلیمونه به طور پیش‌فرض همیشه هست. کد ایگنایتر هم باید باشه. بعد از این index.php هم برای ما ضروریه، هر چند که میشه با یه سری تنظیمات این رو تغییر داد یا این رو کلا از بین برد، ولی به طور پیش‌فرض شما مجبورید index.php رو بزنید، چون خدمتتون عرض کردم همیشه کدیگنایتر میاد به صفحه ایندکس مراجعه میکنه. بعد از این اومدیم اسم کلاسمون رو نوشتیم و بعد از اون تابعی که داخل این کنترلرمون قرار گرفته. پس تا اینجای کار اومدیم از ویو و کنترلر استفاده کردیم. چون ما هنوز کار با دیتابیس رو یاد نداریم و کار با دیتابیس رو انجام ندادیم، فعلا کاری با مدل نداریم. جلسه های بعدی به طور مفصل روی مدل و روی دیتابیس، کار با دیتابیس توی کدیگنایتر خواهیم پرداخت. پس توی این جلسه ما با مدل MVC آشنا شدیم و یک مثال هم اومدیم زدیم از مدل MVC و برنامه‌مون رو ایجاد کردیم. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. به نام خدا. سلام. توی جلسه قبل وقتی داشتیم توی مدل MVC کار میکردیم توی فریمورک کد ایگنایتر، رسیدیم به اینجایی که میخواستیم از مدل استفاده کنیم
ولی خب کار با دیتابیس رو هنوز آموزش نداده بودیم. توی این جلسه قراره مفهوم دیتابیس رو توی کدیگنایتر با همدیگه بررسی کنیم. خب برای اینکه ما بتونیم با دیتابیس کار کنیم، خب بعد از اینکه وب سرور خودمون رو روشن کردیم، باید بریم توی یک محیطی به اسم phpMyAdmin جدول هامون رو اونجا تشکیل بدیم و بعد بتونیم از اون جدول ها استفاده کنیم و روش کوئری بزنیم. پس من میرم داخل مرورگر خودم و محیط phpMyAdmin خودم رو باز میکنم. localhost phpMyAdmin رو میزنیم، اینتر، وارد یه محیطی به این صورت میشیم. بهش میگن phpMyAdmin که همراه با همون وب سرور ما این محیط نصب شده بود. خب میتونیم اینجا یک جدول بیاییم و اول دیتابیس تشکیل بدیم. میایم توی قسمت دیتابیس، اینجا ببینید نوشته create database. میایم اینجا اسم دیتابیسمون رو قرار میدیم. به عنوان مثال می‌نویسم دیتابیس کد ایگنایتر. خب اینجا کلیشن چیه؟ کلیشنش رو باید بذاریم UTF-8 یا UTF-32، UTF-16 تفاوتی نداره. اگه UTF-8 رو پیدا کردیم میذاریم UTF-8 که نداره. من میذارم UTF-32. این کاربردش اینه، ببینید پرشین سیا، UTF-32 پرشین سیا. کاربردش اینه که جدول هاتون حروف فارسی رو میاد و پشتیبانی میکنه و خیلی برای ما لازمه که حتما این مورد رو اجرا کنیم. UTF پرشین سیا باشه، فرقی نمیکنه UTF چند باشه. create رو میزنیم. خب database coordinator has been created، دیتابیسی به اسم coordinator ایجاد شد. توی این قسمت هم میایم میبینیم که اضافه شده. روی این کدیگنایتر سمت چپ کلیک میکنیم. حالا نیاز داریم توی دیتابیسمون جدول داشته باشیم. میگیم اسم این جدولی که میخوان داشته باشیم چی باشه. خب من میگم اسم جدول رو بذارم first table، جدول اول. حالا میگه number of columns، چند تا ستون داشته باشه. تعداد ستونها رو مثلا میگم 4 تا باشه. گو رو میزنم. خب جدولم هم تشکیل شده. حالا باید مقادیر داخل این جدولم رو بیام و تعیین کنم. اول از همه یه آیدی میذارم، یه شماره میذارم. هر لیستی بالاخره یه آیدی داره دیگه. خب بعد براش میام یک نیم میذارم، بعد میام براش یک فامیلی میذارم و بعد براش چی میذارم؟ فون. به این صورت فون یا شماره. خب آیدی عدد دیگه، باید اینتجر باشه. پس این رو گذاشتیم از نوع اینتجر. لنسش یعنی طول این آیدیمون حد اکثر چند تا باشه. من میزنم 100 تا. به دیفالتش فعلا کاری نداره. کلیشنش رو دوباره میایم همون UTF-32 پرشین سی آی میذاریم تا جدول همون هم پشتیبانی فارسی رو داشته باشن. میام توی این قسمت ببینیم دکمه Auto Increment A_I. ببینید روش بزنید میمیسه Auto Increment. این رو تیک میزنیم. وقتی این تیکو میزنین آیدیه بلا واصله بعد از تولید هر رکورد به طور اتوماتیک یا آوتو میاد یکی یکی اضافه میشه. شما لازم نیست دیگه این آیدی رو مقداردهی کنید. نیم باید چی باشه؟ از نوع ورچر باشه. نیم رشته‌ایه دیگه. خب لنسش رو میذاریم 100 دوباره. کلیشنش رو UTF میذاریم دوباره UTF-32 پرشین CI. به این ترتیب. فامیلی هم مثل همونه. چر رشته است. طولش رو میذاریم 100. کلیشنش رو میذاریم UTF-32 پرشین CI. فون چی؟ فون هم باید از نوع اینتجر باشه، عددی باشه. این رو هم میذارم 100 و کلیشن هم به هر حال مهم نیست که اینجا چی باشه، ولی بذاریم UTF-32 پرشین CI چون عدده. به هر حال فارسی و انگلیسی تفاوتی نداره. این از این قسمت. بعد از اینکه این مقادیر داخل جدولمون رو پر کردیم، میایم و سیو رو میزنیم. به این ترتیب جدولمون اومد اینجا، تشکیل شد به اسم فرست تیبل. روی این تیبل کلیک میکنیم. خب میایم روی استراکچر، ببینید آیدی، نیم، فامیلی و فون. حالا که این کار رو انجام دادیم، میخوایم مقادیر داخل این بیایم و اضافه کنیم. میتونیم بیایم از داخل اینسرت یه مقدار داخل جدولمون به صورت دستی اضافه کنیم. اینسرت رو میزنیم، میبینید آیدی داره. میام اول مقدار آیدی رو وارد میکنم. آیدی من میخواد از 1 شروع بشه. خب نیم چی؟ نیم رو میزنم من به عنوان مثال مهدی، فامیلی رو میزنم علوی و فون. شماره تلفن رو میزنم 0915 100 344 44.
حالا وقتی میخوام رکورد رو ایجاد کنم، گو رو که میزنم از من ایراد میگیره، میگه این مقداری که شما وارد کردید غیر مجازه، با مقدار اینت فقط از این بازه تا این بازه شما میتونید مقدار وارد کنید. حالا راه حل کار چیه؟ دوباره میایم وقتی این اشتباه رو کردیم توی استراکچر قسمت فون چنج رو میزنیم. اینجا توی قسمت تیپ علاوه بر اینت توی قسمت نیومریک تینی اینت، اسمال اینت، میدیوم اینت، اینت یه مقدار بزرگتر از اینت هم هست. بازه‌هاش هم روش نگه داریم به شما نشون میده. این مقدار بیگ اینت که خیلی مقدار بزرگی رو نسبت به میدیوم اینت و نسبت به اینت، بیگ اینت خیلی مقدار بزرگی رو میاد به ما نشون میده. بیگ اینت رو انتخاب میکنیم و سیو رو میزنیم. حالا دوباره میریم توی قسمت اینسر یه رکورد جدید وارد میکنیم. دوباره آیدی رو از یک شروع میکنیم. نیم رو میدم مهدی، فامیل رو میدم علوی و اینجا شماره تلفن رو دوباره وارد میکنیم. 0915-141-50 و گو رو میزنم. حالا از ما ارور نگرفت. قسمت بروز رو اگه نگاه کنید، ببینید این رکوردی که ما وارد کردیم آیدی یک، مهدی علوی و فون 915-141-50 وارد شد. حالا میایم تو قسمت اینسرت دوره یه رکورد دیگه وارد میکنیم. این دفعه آیدی رو وارد نمیکنم. این دفعه اسمش رو میذارم رضا، فامیلش رو میذارم کاظمی و شمارش رو میدم 0915-111111 و گو رو میزنم. این دفعه هم از ما ایراد نگرفت. بروز رو که بزنیم آیدی به صورت اتومات از 1 به 2 وارد شد. این همون مفهوم آتو اینکریمنت که با هم دیگه بررسی کرد. خب این به صورت دستی بود، به صورت دستی اومدیم و اینسرت کردیم داخل جدولمون. کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که بتونیم از طریق کد ایگنایتر و محیط برنامه نویسی خودمون بتونیم این کار رو انجام بدیم. خب قبل از اینکه ما بتونیم کار رو با دیتابیس رو انجام بدیم، نیاز داریم که این رو کانفیگ کنیم، یعنی این رو بیام تنظیم کنیم. تو قسمت اپلیکیشن اگه یادتون باشه گفتم اپلیکیشن کانفیگ یه قسمتی داشتیم به اسم database.php. روی این کلیک میکنید. وقتی روی این کلیک میکنید به مقادیر مختلفی میخورید. خب به DSNش فعلا ما کاری نداریم، این آرایه رو در نظر داشته باشید. اولین موردی که از شما میخواد DSNه، فعلا به این کاری نداریم، میذاریم همینجوری خالی باشه. دومین مورد هاست نیمه، ما داریم از لوکال هاست استفاده میکنیم دیگه، خب این لوکال هاست هم به طور پیشفرض اینجا قرار گرفته. مورد بعدی یوزرنیم پسورد این دیتابیس شماست. این رو از کجا بیاریم؟ خب تو این محیطی که PHP My Admin مشاهده کردید، این دیتابیس شما یه یوزر پسی داره. میتونین بیان روی این اسم دیتابیس کلیک کنین روی این قسمت. قسمت پریویلیکس این قسمت کلیک میکنین روش. خب اینجا ببینید یک یوزر پیشفرض به اسم روت داریم و هاستمون هم لوکال هاسته، پسوردی هم نداره. شما میتونین یه اد یوزر غیر از اینها بذارید، براش یوزر پسورد تعیین کنید اینجا. من میخوام همون پیشفرض استفاده کنم، یعنی میخوام روت بذارم، پسوردم که هیچ. پس میام توی این قسمت یوزرنیمش رو میدم روت، پسوردش رو هم خالی میذارم. تو قسمت دیتابیس شما باید اسم دیتابیستون رو بیاین و وارد کنید. اسم دیتابیسمون بود کد ایگنایتر این قسمت. پس میام توی محیطمون اینجا میگیم کد ایگنایتر. مورد بعدی DB درایوره، میگه شما از چه نوع درایور دیتابیس استفاده میکنید. من دارم از MySQL استفاده میکنم. شما میتونید از دیتابیس های دیگه هم استفاده کنید، مثل MySQL، مثل PDO، بستگی به انتخاب خودتون و شرایط خودتون داره. خب قسمت بعدی DB prefix، یعنی چیزی که قبل از اسم دیتابیستون میاد و قرار میگیره، برای امنیت بیشتر معمولا استفاده میشه. بخوام واضح تر مثال بزنم، باید دیتابیس جدید تشکیل بدم. اسم دیتابیس هم میذارم My Underline Database به این صورت و این دیتابیس هم رو میام و تشکیل میدم. به این قسمت my underline دقت کنید. اگه شما بیان تو DB prefix بنویسین my underline، دیگه وقتی میخواین اسم دیتابیستون رو توی صفحات مختلف فراخوانی کنید، نیاز نیست این my underline رو وارد کنید، چون تو prefix my underline رو اومدیم و وارد کردیم و فقط اسم همین دیتابیستون رو، ادامه این دیتابیستون رو بنویسید کافیه. این از مفهوم DB prefix. پس فعلا با این ما کاری نداریم. خب بیام این رو ببندم اپلیکیشن رو.
مورد بعدی پی کانکت یا پرسیستنت کانکت یا کانکشن پایه داره. در مورد هر کدوم از اینا توی این قسمت سبز رنگ که مشاهده میکنید توضیح داده شده. مثلا در مورد پی کانکت گفته whether to use a persistent connection. این پی کانکت میاد یک کانکشن پایه‌دار رو در صورت ترو کردن برای ما مهیا میکنه. کانکشن پایه‌دار یعنی چی؟ یعنی اتصال به دیتابیس توی کد ایگنایتر. اگه این فالس باشه، پی کانکت فالس باشه، قطع میشه. اگه ترو باشه، حتی اگر اسکریپت ما هم تموم بشه، اتصال به دیتابیس برقرار خواهد بود. این بستگی به خودتون و برنامه‌تون داره. گزینه بعدی DB underline debug که خب این خطاگیری رو برای ما میاد و انجام میده. گزینه بعدی کچ آنه که میاد کوئری های شما رو در صورتی که ترو باشه کچ میکنه، یعنی یه جای نگه میداره. شما اگه دوباره اومدین کوئری رو اجرا کردید، دیگه سرعت کارتون بالاتره.